آیان در مجالس اینها را دعوت کنند. ما نیل نداریم که جوانهایی که باید برای کشور خودشون خدمت کنند در خدمت آمریکا باشند به وسیله این اشخاصی که به اسم اسلام میخوان اسلام را از بین ببرند. بالاخره باید شماها که دعوت کردید تا کنون مردم را به اسلام و اسلامیت و به فضائل اخلاقی، امروز هم همت بگمارید که بیشتر دعوت کنید، هم مسائل روز را برای مردم بگید و هم مفاسدی که مترتب بر فعل این گروهک ها هست که میخواهند این جمهوری را به هم بزنند به نفع آمریکا یا به نفع شوروی، اینها را تنبه بدید به مردم و هم جنبه های اخلاقی را. و من این جهت را باید عرض کنم که کسانی که به این پست بسیار مهم گماشته شدند و خودشون داوطلب آمدند و وارد در سنخ روحانیون و خطبا شدند، باید خودشون را تهذیب کنند و خودشون را با اخلاق اسلامی تطبیق بدند، عامل و احکام اسلام باشند. باید برای آتیه دنیا امروز توده های مردم، نویسندگان، گویندگان فکر بکنند و مردم را آگاه کنند به این خطری که تمام بشریت را تهدید می کند، آگاه کنند همه توده های دنیا را که این خطر بزرگ پیش است. و اگر این ابرقدرت ها در این حالی که هستند و مشغول تهیه سلاح های بزرگ اتمی و غیر اون هستند و همین حال باقی باشند، دنیا ممکن است که به خرابی بکشد و عمده ضررش به ملت ها برسد. باید هر کس در هر جا هست، نویسنده هایی که هستند، روشن فکرانی که هستند و علمایی که در همه قشت های دنیا هستند و دانشمندان، مردم را به این خطر آگاه کنند تا بلکه خود مردم و توده های مردم در مقابل این دو قدرت بایستند و این سلاح ها را جلوگیری کنند. ممکن است دست های ناپاکی با سمپاشی ها و تبلیغات سوء برنامه های اخلاقی و اصلاحی را بی اهمیت وانمود کرده، منبر رفتن برای پند و موعظه را با مقام علمی مغایر جلوه دهند. امروز در بعضی حوزه ها شاید منبر رفتن و موعظه کردن را ننگ بدانند، غافل از اینکه حضرت امیر علیه السلام منبری بودند و در منابر مردم را نصیحت فرموده، آگاه، هوشیار و راهنمایی می کردند. سایر ائمه علیهم السلام نیز چنین بودند. شاید عناصر مرموزی این تزریقات سوء را نمودند تا معنویات و اخلاقیات از حوزه ها رخت بربندد. آن روز که افراد حوزه ها، محصلین حوزه ها فاقد مبانی اخلاقی و آداب اسلامی شده به جان هم افتادند، اختلاف و چند دستگی درست کردند، مهذب و منزه نبودند و به کارهای زشت و ناپسند دست زدند، قهرن ملت اسلام به حوزه ها و روحانیت بدبین شده از حمایت و پشتیبانی آنان دست می کشند و در نتیجه راه برای اعمال قدرت و نفوذ دشمن باز می کردند.